والی خود و هم واقعماندان امنی خود در تقابل است و هم تضادهای بیشتری که در حکومت وجود دارد. اینا جنگ درون حکومتی و هم چالش‌های بسیار بزرگ فعلی سبب خواهد شد که خدای ناخواسته به یک فاجعه سوم ما روبرو خواهد شدیم که این فاجعه جبران از آن ناممکن خواهد بود. چقدر خوب است که با خویشتنداری جناب رئیس جمهور بگذاره که استاد عطا با در وظیفه خود ادامه بده. مدت کوتاهی حدودا یک سال و چند ماهی که با حکومت در حالی که به شکل قانونی نیست. متعجب میکنم که بعضی وکیل صاحب ها در پارلمان و یا بعضی برادرها ادعا میکنن که مطابق با قانون استاد عطا تبدیل شده باید که اونا قبول بکنن. ما از همین جناب وکیل صاحبات قانون گذارن میپرسم که در کجای قانون اساسی حکومت وحدت ملی وجود داره که شما ایر قانونی میگوییم؟ حکومت با مصلحت با دو تیم به وجود آمده. استاد عطا یکی از طرف های اصلی قضیه در مسئله حکومت و وحدت ملی است. چقدر خوب است که با همپذیری بگذارن یک سال دیگه که ما در دنیای چالش ها روبرو هستیم، بیشتر از این ما به چالش دیگه روبرو نشیم که خدای ناخواسته جبران از اون هرگز کردن نتوانیم. السلام علیکم و رحمت الله. من فکر میکنم کار بسیار خوبی شد که با کاش که اول این نمیشد بیالت وجود نمی آمد. چیزی که به وجود آمادی بود که اول جمعیت اسلامی واقعا متحد شد، دیگه شکاف در جمعیت اسلامی وجود نداره و جناب دکتر صاحب عبدالله به صفت نماینده جمعیت رفت نتانست که اون نمایندگی به صورت اساسی انجام بده و خواستای جمعیت اسلامی که واقعا 50% حکومت باید به طرف جمعیت اسلامی و هم پیمانان از اون می بود نشد. حساب مجبور شدن که دکتر صاحب جناب استاد عطا اونا از انتقادی داشته باشه جناب دکتر صاحب عبدالله. یقین دارم که شما ها که سرکار شما با رسانه و اخبار و جراید و همه اطلاعات در سطح کل چی در داخل و در خارج، اوضاع افغانستان از ما که خیلی به مراتب با موشکافی بیشتر آگاهی داریم. چالش های افغانستان متاسفانه با حسب یک عده برادرها از دوران حکومت جناب کرزی صاحب تا فیلن ما شاهد نگرانی های بیش از حد شدیم. یقین دارم که همه شما میدانیم که در شهر شما هرگز به نام طالب و داعش چیزی وجود نداشت. یقین دارم شما در هلمند میدانستیم که در زمان که شیر محمد آخوندزاده در اونجا موجود بود تمام مکاتب دخترانه در تمام ولسوالی ها باز بود. زمان که حاجی الدین محمد والی جلال آباد بود در اون زمان در جلال آباد جنگی به نام داعش هرگز وجود نداشت. طالب به این سرحد وجود نداشت. اما هست این برادرها و سایر برادرهایی که مثلا در پکتیا و امثال ولایت‌های در شمال هست بعضی برادرها برام با ایده مفکوری اونایی که تازه داخل افغانستان شده بودن و میخواستن حکومت با میل خود بسازن بدون از اینکه عواقبت اندیشی از وضعیت فعلی افغانستان اونها داشته باشن. سبب شد که واقعا دامنه گسترده طالبا در اکثر ولایات افغانستان به حد رسید که امروز نه تنها که ولسوالی ها در معاصر است، خیلی از ولایات افغانستان مثل ارزگان مثلا ولایت